سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برنامه‌ای و برنامه چشمانداز ها و سلام میدم به شما بقیه روزبه گرامی. منم همینطور به خودت و بینندگان عزیز سلام دارم. هفته‌ای که گذشت هفته همبستگی و مبارزه زنان و روز جهانی زن بود. شاهد بودیم که خوشبختانه ده‌ها در واقع میتینگ و گفتگوی اینترنتی در سطح شبکه‌های مجازی پخش شد و بیانیه‌های بسیار بسیار خوبی رو سازمان‌ها و نهادهای مدافع زنان از موقعیت زنان ایران دادن، علیه آپارتاید جنسی، ستم جنسیتی بر زنان، علیه تبعیض‌ها، علیه موقعیتی که زنان خصوصا در دوره کرونا پیدا کردن، فقر گسترده زنان، اخراج‌های گسترده، بی‌حقوقی و بی‌حقوقیشون، شرایط بسیاری از فعالان زن در زندان‌های جمهوری اسلامی که حتی به مثابه جهنم شمرده میشه، و در این حال شبکه سندیکایی جهانی همبستگی و مبارزه از 80 تا سندیکا و تشکل کارگری از در واقع مبارزه زنان ایران دفاع کرد و گفت که موظفم که همه بلندگوی زنانی باشند که میرزمند و کسانی باشند که جان خودشون رو به خطر میندازن، خصوصا علیه ستم سرمایه، ستم جنسی و آپارتاید جنسی در ایران. در این حال در این هفته جامعه بین‌المللی بهایی از موقعیت بهاییان گزارشی رو انتشار داد، از افشای نقشه ظالمانه به قول این جامعه در ارتباط با اقدامات دولت ایران در سرکوب مستمر و مداوم مردمان بهایی ایران و مصادره اموالشون و بی‌حقوقیشون در برای تحصیل، برای کار، برای زندگی و اینک بی‌حقوقیشون در داشتن تملک خانه، زمین و زندگی، که این واقعیت اینه که یک جنایت سازمان یافته دولتی هست برای پاکسازی یک ملتی، مردمی که به یک اعتقاد غیر از اعتقاد حکومتیان اعتقاد دارن، جامعه بهایی. در این حال تو این هفته شاهد حرکت‌های کارگری در ارتباط با دستمزدها بودیم و اعتراضات بازنشستگان و بسیاری از تشکل‌های کارگری در شرایطی که مسئله تعیین دستمزدها و مساوی سیاست حکومتی در این روزها اعلام میشه، اعلام تظاهرات ها و اعتراض های کارگری در ارتباط با سیاست حکومت در جراحی هرچی بیشتر سفره های نان بسیار اهمیت داشت و که این حرکت ها با سرکوب و ممانعت نیروهای سرکوبگر و نیروهای حکومتی روبرو شد. اینقدر این فشارها زیاد شد که حکومت اسلامی و اون در واقع دولت روحانی که میخواست اعلام کنه دستمزدها رو، این مسئله رو مثل پارسال که با حرکت‌ها روبرو بود به تعویق انداخت. در آخر میشه گفت که خبرها فراوان است، اما میشه اضافه کرد مسئله سالگرد شیوع ویروس کرونا، اولین سالگردش رو آغاز میکنیم، سالگرد شیوع ویروسی که جهان ما رو گرفتار خودش کرد، جهان گرسنه‌ها و فقرا، جهان پر از تبعیض و ستم، جهان جنگ و ویرانی‌های سازمان یافته، ویروس مرگباری هم بهش اضافه شد. بسیاری از شرایط زندگی مردمان جهان تغییر کرد. میلیون‌ها نفر و شاید ده‌ها میلیون نفر کارشون رو از دست دادن، خصوصا زنان بیش از همه شغلها و کارهای خودشون رو از دست دادن، بسیاری از دستاوردهای زنان در این دوره کرونایی از دست رفت، بسیاری از حقوقی که
در واقع زنان براش سالها و دهها جنگیده بودن در به واسطه کرونا توسط دولت‌های سرمایه در واقع نقض شد. در این حال باید به وضعیت پناهندگان و فراریان از جنگ و استبداد و اشاره کنیم که در بسیاری از کشورهای جهان از سوریه و لبنان تا افغانستان تا ایران تا در آفریقا و در آمریکای جنوبی در هر جا که هستند آنها نه فقط از بسیاری از کمک‌های بین المللی محروم شدند بلکه در این حال کاملا در مقابل این ویروس رها شدند. در شرایطی که واکسن ها و واکسیناسیون در بسیاری از کشورها آغاز شده، رها شدن میلیون ها پناهنده و پناهجو، میلیون ها نفر در کشورهای آفریقایی و کشورهای فقیر، میشه گفت یکی از نشانه های این تناقض بزرگ جامعه جهانی است. اگر بشه با این کرونا آغاز کنیم. ارزیابی شما در شرایطی که شیار قبرستان ها هر روز عمیق‌تر و کشتارها هرچه گسترده تر شد. بفرم. بله، مسئله کرونا که یک سالگیش هم داره میگذره خب پیامدهای بسیار مهمی داشته که هم اکنون درگیریم باهاش جهان و از جنبه های مختلف بسیار مختلف مطرحه. یعنی هم جنبه هایی که به هر حال آسیب پذیری های بشر رو به صحنه آورده، از یک طرف امکانات و چشمنداز هایی که میتونه بشر از طریق به اصطلاح وقوف به اونها به جلو حرکت کنه. در هر حال از هر زاویه ای شروع بکنیم پیامدهای بسیار بسیار گسترده ای داشته و داره. بخشایش همه مسئله اقتصاد و مسئله بیکاری و مسئله تأثیرات متفاوتی که بر بخشهای مختلف جامعه جهانی، مثلا زنان بخشهایی که خیلی تأثیرات مخرب گذاشته، مثلا در ایران 14 برابر نسبت به مردان فشارشون بیشتر بوده، بیکاریشون و فقرشون و همه اینها، یعنی آوار رو اونها 14 برابر بیشتر، مثل هر چیز دیگه دیوار، مثل این شکافهای اجتماعی کوتاه و در واقع آوارها به اونجا میشه. در سطح جهانی هم کشورهای فقیر و بدبخت و کشورهای جهان سوم و کشورهایی که به هر حال اون سرمایه های کلان ندارن، اون رشد و گستردگی کشورهای پیشرفته ها رو ندارن، اونها هم همینطور بار سنگین اینها رو به عهده گرفتن، به جوش گرفتن و تلفاتشون اصلا زیاد هم بازتاب پیدا نمی کنه در رسانه ها. و دیگه حالا اون جاهایی که جنگ هست و مسائل دیگه هست که دیگه اصلا به ضریب دو فجایش بلایاش تشدید شده. ولی کلا وقتی میخوایم یه نگاهی بکنیم، میخوایم یه جمع‌بندی بکنیم ازش که یه افقهای چارچوبهایی رو داشته باشیم، در نقد این فقط روایت نباشه، گزارش نباشه، گزارها رو بگیم بی نتیجه باشه. ببین خود مثلا تحولاتی در آمریکا اتفاق افتاد، همین شیفت قدرت که تغییر پیدا کرد، قبل از هر چیزی آمدن بایدن اینها، یعنی این جناح در اون شرایطی که اون خیز برداشته بود، جناح فاشیستی سرمایه‌داری، نو فاشیسم، و همچنان نیرومند هست و به این سادگی نمیتونه صحنه رو خالی بکنه، ولی در واقع به دلیل این که واکنششون خیلی در مقابل کرونا نادیده گرفتن و نادیده انگاشتن بود، چون اگر میخواستن عوارضش و پیامدش رو بپذیرن دیگه نمیتونستن با اون گارد حرکت کنن، باید گاردشون عوض میکردن، مثلا نوع سرمایه، نوع نگاه، نوع تعرضشون به جهان، همه چیز بعد عوض شدن. چون اونا در واقع انکار کردن بخشهای بزرگی از کشورهای جهان، از آمریکا، برزیل، حتی انگلستان در خصوص اوائل، بعد خب واقعیت ها چیز رو دیسته میکنه، تأثیرات و فشارهای وارد میکنه دولت ها، در اسرائیل، در هندوستان، در بسیار از بعضی کشورهای آفریقایی، در خود ایران که نادیده گرفتن مدت ها این حکومت های انتفی، و این وسیع بود. یعنی میخوام بگم که اولین چیزش در واقع کودتایی که در آمریکا اتفاق افتاد، تعویض جناح، و
مدیون همین کرونا هستن که الان مثلا میبینیم که بایدن بسته 1 تریلیون رو رخصت، در واقع 2 تریلیون تقریبا، که اصلا رقم های نجوبی است، برای کشورهای دیگه اصلا قابل تصور نیست این ارقامی، نه برای 1 سال 2 سال، برای تمام زندگیشون وقتی از 2 تریلیون صحبت میشه. خب اینها رو تصویب کردن و وادار کرد دولت ها رو که به هر حال به این شکل بودجه صرف کنن و از جاهای دیگه مثلا بذارن یه جور دیگه حرکت کنن. اینا تأثیرات بسیار متعددی داره، ولی مثلا یکی از جنبندی های مهمی که در این رابطه صورت گرفته مسئله جنبندی یووال حراری بود که اخیرا صورت گرفت. خب این تاریخدان است که مورخ است که تو بورس به هر حال مسائل با توجه به پیشینش، دیرینش، روندهای تاریخیش مورد بحث قرار میده، به شکل به اصطلاح جمع و جور بحث میکنه، جنبندی میکنه، در مطرح کتابهاش، نوشتههاش، مقالاتش. در این زمینه هم یک جنبندی ارائه داد که در سایت ها اینا مطرح شده که خب خوب بود، یعنی به هر حال ترقی خواه هست تا حدودی، ولی در چارچوب سیستم حرکت میکنه، یعنی کل نگاهش خارج از قواعد و قوانین و سیستم نیست، ولی در این چارچوب در واقع یه سری گرایش های ترقی‌خواهانه رو نمایندگی میکنه. یووال حراری از جمله جنبندی‌هاش من به طور فشرده اشاره کنم که در رابطه با او نقد خودم رو مطرح بکنم، یعنی فراتر چه چیزی مطرح از او، یکی مثلا نشون میده با گذشته ها و شواهد و مثال های زیادی که این درماندگی بشر این تصویر درستی نیست، که به نظر منم حرف پرتی نمیزنه. بگید که این نشون داد وقتی شما تاریخ رو مقایسه میکنید کنار هم قرار، مثلا طاعون و جنگ و که در دوره جنگ اتفاق افتاد و اپیدمی های دیگه، پاندمی های دیگه در طول تاریخ، پیامتاش، واکنشی که این دفعه بشر از خودش نشون داد، یعنی ظرفیت ها، توانایی ها، دستاوردهاش، از نظر به اصطلاح سرعت عملی که اتفاق افتاد علی رغم تمام جنبه های دیگه که بحث باید بشه، که تونستن واکسن رو در این سرعت شناسایی کنن، ژنش رو در بیارن، ژنومش رو در بیارن، بعد چگونه به اصطلاح کار بکنن و چگونه در عرض زمان حدود 1 سال کمتری که در قیاس با گذشته اصلا خودش بسیار پیشرفت بزرگی است، اینها رو در بیارن و چگونه اون چیزهایی که به اصطلاح بشر تونست در مقابل اینها انجام بده، مثلا همین مسئله دیگه که مطرح میکنه، مسئله آنلاین و مسئله دیجیتالی شدن بشر، زندگی بشره، که اگر دیجیتالی نمیشد این قرنطینه ها اصلا امکان پذیر بود، اگر این تکنولوژی ها نبود اصلا امکان پذیر نبود، یعنی درست همون تلفات نجومی که ده ها میلیون سری کشته میشدن پیش از جنگ ها اتفاق میافتاد. ولی خب به دلایل همین که مثلا دیجیتال اجازه میده که شما قرنطینه بکنید، تکنولوژی اجازه میده که شما با ابزارها و مکانیزمهای تولید کنید که تجمعات گسترده نداشته باشید و الا همش بعد میخوابید، اگر میخواست قرنطینه کنن خودش بیشتر از قحطی و مرگ آسیب داشت، مخصوصا در جهانی که گلوبال شده، دیگه تو روستاها نیستن، تو کشاورزی ها نیستن، تو جنگل ها نیستن، گلداری ها نیستن، نه اینا دیگه نیستن که قرار بشه که اینها اگر قرنطینه می شدن می خوابیدن به شیوه کهن مرگ بود، مرگ های بسیار وسیع تر، ولی خب اینا اتفاق نیفتاد، یعنی در قیاس با گذشته. یعنی پس بنابراین این نشون میده که بشر دستاوردهای خیلی بزرگی داره، این یک که جنبه های مختلف داره، مثلا آمریکا 1.5% آمارهای خوبی داده از مردم کشاورزی میکنن برای کل آمریکا، حتی برای جهان صادر میکنن 1.5%. خب این تجمع اونم با ماشین ها و تکنولوژی هایی که تمرکز خیلی توش کمه باعث میشه که کشاورزی نخوابه علی رغم پاندمی وحشتناک که در گذشته ها اینطوری نبود. به عنوان یه مثال، مثال های دیگه هم هست. این یک مسئله. پس بنابراین یک مسئله دیگه اینه که سیاستمداران به قول او دارم فرمولاسیون رو میگم بد عمل کردن، یعنی پس بنابراین یکیش دستاورد هاست و به هر حال اون چیزی که اتفاق افتاده و این امیدها و توانهایی که بالقوه و بالفعل در این بستر تمدن برای پیشروی وجود داره. این هم میشه کرد که خود اصلا
سرعت در واقع کشف واکسن ها به متعدد علیه خود کرونا توی فاصله یک سال واقعا یکی از پیشرفت های خیره کننده جامعه پزشکی در کل جهان بود و این واقعا یکی از دستاوردهاست. به این هم در واقع اضافه کرد. همین سرعتش، تکثرش و یک کشورم نیست، کشورهای مختلف و مثلا چین الان 12 تا، حالا ما نمیدونیم چقدر اینا از نظر پزشکی بعد مهر بخورن دقیق یا نه، مثلا واکسن داره تولید میکنه، مثلا کشورهای دیگه هم هست. منظورم اینه که دومین مسئله در اون جنبندی که به موازات همون اولی هست، این به این معناست که خوب عمل شده، بسیار بد عمل شده. همین پوپولیس ها انکار کردن این فاجعه که اتفاق افتاده، این همه کشتار میلیونی و اپیدمی که هنوز هم کنترل نمیشه و جهش های جدید همه داره اتفاق میفته دیگه، نه تلفات بزرگیه. در این حال اینها این به این معنا نبوده که امکان پذیر نباشه جلو اینها رو گرفت و کاهش داد، منتها سیاست مداران به خاطر منافع و اولویت های دیگه شون اینها رو غمزه این کردن، به قول معروف چشمشون رو بست. در ایران اتفاق افتاد، در آمریکا افتاد، در هند اتفاق افتاد، همه اینا برای توسعه و پیشرفت عمدن اینها رو در انگلستان اتفاق افتاد نادیده گرفتن و چوبش هم داریم میخوریم. پس بنابراین مسئله دوم، محور دوم همین مسئله عملکرد سیاستمدارانه. مسئله دیگه اینه که دیجیتال شدن زندگی است که این با ابعاد جدیدی در این کرونا شتاب پیدا کرده و خودش نشون داده و این هم به سایی دستاورد بزرگی است. البته این جنبه های مثبت منفی داره، چون دیجیتال شدن فقط به عنوان امر مثبت ازش استفاده نمیشه، مثل اتم خب میشد خیلی استفاده کرد، ولی بدترین نوعش هم تخریب و بمب و بمب اتمی و جنگ هاست که خب بشر داره استفاده میکنه از اونا، مخصوصا کشورهای قدرتمند بدون اونها اصلا بودجه های اصلشون اونجا هاست. ببینیم مسئله هست. پس بنابراین مسئله سومی که مطرح میشه مسئله همینه که دیجیتال شدن زندگی هست و سرمایه‌داری از این برای اینکه خود به اصطلاح سیستم رو نجات بده، کنترل کنه، هزینه‌هاش کم کنه، بسیاری از نیروهای کار از اون قراردادها بیرون بیاره، حتی دیگه هزینه‌های کارگاه‌ها و اینها هم نده، به خونه‌ها منتقل میکنه کرده، یعنی تحقق حادثه بزرگی داره زیر پوست جهانی اتفاق میفته که عواقب زیادی داره، مثبت منفی، یعنی تحولات ساختاری از اتفاق داره میفته. بس بنابراین این هم یک جنبه دیگه است که حالا اگر فرصت شد بیشتر بهش خواهیم پرداخت. ولی مسئله دیگه اینه که دیجیتال شدن که یک طرفش بود، جنبه های مثبتش که قرنطینه رو امکان پذیر کرد و تولید و دیجیتالی و تکنولوژی های بالا تداومش رو جذب میکرد، ولی در این حال در آن سوی این ماجرا مسئله دیکتاتوری به صورت دیجیتال و حکومت‌های تمامیت‌خواه دیجیتال و نظارت بسیار گسترده‌ای که هیچ وقت تاکنون بشر نمیتونسته، اون هم بر این جمعیت، بر این جهان بزرگی که الان شکل گرفته گلوبال در همتنیدگی‌ها، اینها رو تأمین کرده. یعنی پس بنابراین مسیح برای دیکتاتوری دیجیتال که الان داره آجیر خطر رو میزنه به یکی از مسائل مهمی که ذهن بسیاری از مثلا پژوهندگان، مثلا کشورهای مختلف و پیشروان، سازمانها، ترقی‌خواهان و حتی مثلا متخصصین مثلا پزشکی ژنتیک، همه اینها رو مشغول کرده که چگونه میشه مثلا این نظارت رو، چون همه اینا اسراره بشره، تک تک وجوه زندگی آدم هاست، که میشه در یک چیز بسیار کوچیک متمرکز، کپسول متمرکز کرد و اعمال اتوریته و نظارت رو ازش استفاده کرد، سو استفاده کرد، کما اینکه سو استفاده شده میفروشن اطلاعات و مسائل دیگر رو. پس بنابراین این مسئله دیگه دیجیتال شدن زندگی بود که این باید مطرح بشه و مسئله دیگهش آسیب پذیری و فناوری که اینها با هم گره خوردن و چگونه میشه با اینها مقابله کرد، تبدیل شد به یک دستور کار، به یک سوال و پرسش برای بشر که چگونه میشه این آسیب های دیجیتال رو کم کرد، چون الان بسیار خطرناکه و شمشیر است دست قدرت ها نهاد. اینا مثلا یک مسئله مهمه. مسئله دیگه ای که مطرحه، اون پیشنهاد میکنه که مثلا برای اینکه با این جور چیزا، پس این کلا تصویر عمومی بود،
که دستاوردها و آسیب پذیری ها و دیکتاتوری ها همه اینا مطرح میشه، مثبت و منفی کنار هم، پیشنهاداش اینه که به هر حال در حدی که میگه مثلا یه قانون های جدید و تصویب بشه که اطلاعات متمرکز نشه، به جاهای دیگه داده نشه و مثلا یه قوانینی اینطوری بشه که اینها به هیچ وجه انباشت اطلاعات که انباشت دیکتاتوری ایجاد میکنه تولید نشه. این اصلاحات یه چنین پیشنهادهایی رو در دل به اصطلاح وضعیت کنونی ارائه میده که با به اصطلاح با این مسئله حالا صحبت ها میکنه، ولی کلا نگاه کلیش همینه که ما بتونیم به اصطلاح از طریق این و از طریق یک سری سرمایه گذاری های توی نهادهای بین المللی که پیشنهاد میکنه، مثلا سازمان بهداشت جهانی، مثلا نه با این ضعفش، فقط در کشورها برای تندرستی بودجه و سرمایه بیشتری گذاشته بشه و قانون حفاظت از دیجیتال، کلا پیشنهادهایی که ارائه میده همین هستن و مشابه این ها هست. اون چیزی که اینجا مطرحه، من میخوام فقط اشارتم بهش بگم که بیش از حد به طول نکشه، این مسئله هستش که یک مسئله اینه که این مسئله کرونا خب نشان داد که مسئله اولویت بهداشت و تندرستی و خدمات انسان نیازهاش بسیار زیر سیطره سرمایه و اولویتش قرار گرفته. این هم اذعان میکنه، ولی به این اذعان نمیکنه که سرمایه داری گویا یه خطای لپی صورت گرفته، میشه اصلاحش کرد، هشدار داد، تذکر داد. مسئله این نیست، مسئله این نیست، هشدارها قبلا بوده، آگاهی قبلا بوده و اینها به این هشدارها کسی گوش نمیده، وقعی نمیذاره، چون منافع قانون اصل قضیه اینه که سرمایه داری کالایی کردن به عنوان مثلا ویژگی اصلیشه، تمام زندگی، تمام مثلا طبیعت، تمام بهداشت، چون به هر حال کالاها هستن دیگه، نهایتا تبدیل میشن به همین ابزارها، بیمارستانها، وسائل، قرصها، همه اینا، اینها در واقع تبدیل وقت به کالا میشن برای فروش بیشتر و سرمایه‌داری تمام دینامیزمش پویاییش بر اینه که کالایی کنه. این در واقع یه نوع شیزینوفرنی، یه نوع مثل بیماری، یه نوع مثلا آشوبی است که در درون سرمایه‌داری خوابیده. چگونه مثلا با این مسئله داره میتازه و جلوش هم نمیشه. حتی الان وقتی مثلا فرض کن بلینکن و دولت بایدن میاد مطرح میکنه 8 اولویت مطرح میکنه که برای مثلا بازگشته به پیمانهای پاریس و زیست محیطی، میبینیم که تمام هدف بورژوازی الان اینه که بتونه یک صنعت سبز ایجاد کنه، یعنی در واقع کالایی شدن سر جاش هست، ریل عوض میشه. یعنی به همین دلیل حتی از این طریق میخواد راهی برای بنبست سرمایه داشته. الان به هر حال یک کرونا آژیر خطر بود، فرماندهی بود که وارد گوشها کرد بود، شنوایی نداشت، آژیر رو کشید که کالا وقتی طبیعت به اصطلاح کالایی میشه، بهداشت کالایی میشه، بسم الله اینم نتیجهش در اولویت ها، در حالی که توان هم دارید، قدرت هم دارید. یعنی مثلا اولویت یه زمان بشر اینا رو نمیدونست، شناخت نداشت، توان نداشت، الان اینطوری نیست. پس بنابراین باش مسئله اینه که این مسئله رو اصلا نادیده میگیره که شما اگر کالایی سازی همچنان با همین ولع بی پایان جنون آمیز ادامه پیدا کنه، همین به پایان خودش میرسه، یعنی به دیوارهای سخت ویرانی طبیعت که هنوز آغاز کاره، ولی ویرانی های طبیعت، آشوب های طبیعت بیش از این هاست که خود در واقع پاندومی در واقع یکی از نتایجشه، یک موردشه و چیزهای بسیار خطرناکتری از نظر گونه‌ای، تغییر اکوسیستم‌های جهانی، دریاها، آبها، گرماها، آشوب‌های بسیار بسیار گسترده‌ای میتونه اتفاق بیفته و داره میفته، یعنی علائمش دیده میشه اگر بشر به قدر کافی خودآگاه نشه، به قدر کافی وارد صحنه نشه برای ترمز زدن، به قدر کافی در مقابل قدرت‌ها و این نظامی که این اکوسیستم محصول اوه، این تخریب و اینه با هم گره خود از سرمایه داری و این اکوسیستم از هم جدا ناپذیرن، امکان نداره، چون سرمایه داری نمیتونه گربه آب رو زاهد بشه، اون وقت باید خودکشی کنه، چون اون باید
انباشت سرمایه بکنه، انباشت سود بکنه. به همین دلیلی که میبینیم که سبز و یعنی سبز شدن رو میخواد تبدیل کنه به پروژه سوداوری های جدید. خب این یعنی همون ویرانی ادامه پیدا کردن و حتی بستن راه های بهبود که میتونست در مسیر دیگه راه دیگه ای رو باز کنه. خب ببین اینا داره اتفاق میفته. پس بنابراین یک مسئله این هستش که ما بهش مواجه هستیم که کار بعد اتفاق میفته. یک مسئله خود بهداشت الان تبدیل شده به یکی از خواستهای اجتماعی بزرگ و بشر نمیتونه یک سری خواستها و منشور کلانی از مناسبات عدالت خواهانه. چون مثلا فرض کنید یک پای مسئله همین دیجیتالی شدن و هوشمند شدن و روباتیزه شدن هست که اصلا بیکاری های عظیمی میتونه گسترش پیدا کنه. بعد درآمد های زندگی چی میشه؟ باید جامعه به صورت دیگه صدقه که نمیخواد بگیره که یه دی بیا مثلا تازه اگر بدن صدقه. مسئله بر سر این است که بشر بتونه یک سری بسیار مطالبات رو تحمیل کنه بر جهان کنونی و البته پیش بره برای اینکه این نظام رو در واقع به سرنوشتی که الان در خطر قرار داده به هر حال از چنبرش بیاد بیرون. راه جزی نداری ولی پیشرویش در بطی اتفاق نمیفته معلومه، ولی گام های رادیکال و حلقه های بسیار مهمی الان گشوده شده که بشر میتونه با توسل به این حلقه ها مثل درآمد های اجتماعی عمومی، مسئله مثلا قانونمند کردن دیجیتال و انحصار جامعه دیجیتال. چون یه چیزی که مثلا حراره نشاره نمی کنه اینه که مسئله آنلاین فنی نیست، ارتباطی نیست، یک جامعه نوینی است که خلق شده. یعنی اصلا کسی نمیتونه بیرون از این جامعه قرار بگیره و انحصار این جامعه بیش از هر زمان بسیار خطرناک و وحشتناک شده. چندی شرکت فناوری غول جامعه بشری رو که مهمتر یعنی خیلی از مسائل اینجا حل و فصل خواهد شد، اینجا در واقع بشه باش مقابله کرد. یعنی کلا یه تصویری که من میخوام ارائه بدم مثل که دیگه بیشتر از اینا فرصت نخواهد بود، ولی مسئله بسیار مهمی است که ما باید بشر بتونه مثلا با افقهای بریم بتونه راه های جدیدی رو برای پیشروی خودش باز کنه. شما به موارد بسیار مهمی در واقع اشاره کردید. خب در واقع تو همین نگاه هم بود، ولی خب به این میشه که اما اضافه کرد که دیکتاتوری میلیاردرهای دیجیتالی در هم انحصار اطلاعات و هم در انحصار در واقع و کنترل سرمایه بسیار بسیار اهمیت بسزایی پیدا کرده و خود این جریان کرونا بیش از هر چیز نشون داد که سلامت چقدر به واسطه هم سیاست های نئولیبرال خصوصی ها هم به واسطه در واقع کالا شدگی چقدر به خطر افتاده و چقدر زندگی ها در واقع به واسطه تعمیق سرمایه‌داری، گسترش سرمایه‌داری در واقع به خطر افتاده و میتونه به راحتی جان میلیون ها انسان از دست بره بیان که سرمایه ضربه ببینه. پکیج ها و در واقع این برنامه های کمک های دولتی هم که در واقع هست برای به قول شما هزاران میلیاردی در ایالات متحده، انگلیس و جاهای دیگه، بسیار اینجا میشه گفت که توی شرکت های بزرگ هستند که نفع بسیار گسترده از این قضیه میبرند و حتی توی خود بریتانیا الان بحث هست که چند صد میلیارد که به پروژه در واقع مقابل با کرونا اختصاص داده بسیار نابخردانه استفاده شده و تا حد زیادی گروه های معینی سودهای بزرگ بردن، در این حال که ما شاهد میلیاردر شدن و هرچه در واقع ثروتمندتر شدن چندین میلیاردر در سطح جهان بودیم، میلیون ها صدها میلیون نفر به فقر و گرسنگی و بیکاری بسیار بسیار طولانی محکوم شدن. طبیعی مسئله دیجیتال شدن باید با کاهش ساعت کار، همون شعار معروفی که قبلا دهه 80 داده میشد 35 ساعت کار در هفته، شاید بره به 30 ساعت کار در هفته برای همگان، یعنی کار ایجاد بشه و بتونن از طریق تخصصهای گستردهی که انجام هست هم مشارکت عمومی رو جلب کنن، هم جامعه رو به قول شما سمتش رو نه به سود سود به سمت مشارکت بیشتر، به سمت در واقع غیر سرمایه داران پیش ببرن که این با ذات سرمایه همخوانی نداره. اما
در ارتباط با مسائل ایران همچنان مسئله فرجام و در واقع جریان‌های فرجام میشه گفت که همچنان مورد بحث و گفتگوست. خامنه‌ای همچنان بر اون موضع ایستادگی در مقابل به اصطلاح چیز آمریکا داره تکیه میکنه، نمایندگان و جریانات افراطی یا اصولگرای در بیت رهبری و در قوه قضاییه و مجلس همچنان با لایه‌ها و سخنرانی‌هاشون تلاش میکنن تلاش‌های دولت روحانی رو برای گفتگوها تا حد زیادی برهم بزنن و ما شاهد همچنان ادامه ماجراجویی ها یه اتمی و نظامی و بن‌بست های دیپلماتیک در گفتگوها هستیم و این شرایطی که اروپا هم در واقع جبهه نزدیکتری رو با آمریکا داره سازمان میده و حتی وزیر خارجه جدید آمریکا وزیر خارجه بایدن تو کنگره دیشب گفت که اونها کوتاه نخواهند اومد در مقابل زیاده خواهی های جمهوری اسلامی و حتما با کنگره و خصوصا با متحدینشون در ارتباط با مسائل ایران گفتگو میکنن. این در شرایطی که میبینیم که حملات خویی ها به حوثی ها به صنایع نفتی عربستان هم هست که اونها گفتن که ما اقدامات پیشگیرانه میکنیم و سفر نتانیاهو به امارات متحده که امروز صورت میگیره و امکان گفتگو یا مذاکره با در واقع ولیعهد سعودی ها هم درش هست میشه گفت که چیزهایی حرکتهایی در پشت ماجرا در حال شکل‌گیریه. ارزیابیتون از این قضایا چه هست؟ چرا که بنبست کنونی مثل این که نمیتونه همینجوری ادامه پیدا بکنه. خب بحران هسته‌ای در واقع کشاکش توش هست و هنوزم نتونستن به یک فرمول مرزی و طرفین برسن، در این حال که بسیاری از کشورها و قدرت‌ها در تلاشن که یک فرمول پیدا کنن. مثلا فرض کن انگلستان بوریس جانسون مثلا همین هفته با روحانی تماس گرفت و سعی کرد که در ادامه تماس‌هایی که ترویکا کشورهای دیگه گرفته بودن راهی باز کنه و همینطور مثلا کشور مثل فنلاند، کشورهای نروژ، کشورهای مختلفی که به هر حال سعی میکنن یه روابط بدی با ایران ندارند خصمانه سعی میکنن یک گشایش ایجاد بکنن هر کدوم از یه طریقی. از یک طرف مثلا قطر و اینها مثلا سفیرش اینا مثلا اومد ملاقات کرد با آمریکا با اینا سعی میکنن مثلا یه راههایی پیدا بکنن. از یه طرف خود دیپلماسی در سطح جهان مثلا فرض کن خود پنجم اضافه کشورهایی که توش هستن مثلا روسیه و چین اینا سعی میکنن که به اصطلاح این گام های متقابل و هر دوشون هم مطرح کردن که این راهشه تنها خروج از این بحران بود بس و نباید این فرصت ها از دست بره. اینها اتفاق میفته. بعد خود دو طرف اصلی که دولت ایران و آمریکا باشن همچنان خط و نشان هایی در برابر همدیگه می کشن. در این فرصتی که پنجره‌ای که به قول معروف با اومدن بایدن باز شده بود این سوال مطرحه که حالا این پنجره به چه سمتی میره؟ به سمت بسته شدن داره میره؟ یه چیزی باز شده بود نیمه باز یا اینکه داره بسته میشه یا باز میشه؟ یعنی الان واقعا این پرسش دوباره مطرح شده به خاطر اینکه در همین مثلا هفته اخیر صراحت دادن طرفین هم ایران هم مخصوصا طرف آمریکا، فرماندهشون، وزیر امور خارجهشون، سرپرست مربوط به ایران در هسته‌ای، همشون سخنگوی وزارت خارجه که اوضاع تنش‌ها داره تشدید میشه. یعنی فرض کن مثلا در همین فاصله ایران مثلا در هندوستان مثلا سفارت اسرائیل در کنارش انفجار صورت گرفت، فکر میکرد که خب مثل بقیه چیزها سرشون میکنه تو برف اصلا مخفی کسی سراغش نمیگیره، در حالی کشور هندوستان که از کشور هست که ایران سعی میکنه رابطه داشته باشه چون به هر حال توی منطقه نزدیکی هستیم و بعد روابط دارن، چابهار، قراردادها تجاری، نفت که یکی از کشورهایی که به هر حال مهم خریدار هست همیشه هند بوده و بالقوه هند هست، حتی پالایشگاه ها داره در رابطه با نفت. ببینید اینا همه اتفاق افتاد ولی
ایران کار کرد، یه انفجارات صورت گرفت که خود این هفته این پرده برداری شده ازش، یعنی گفتن شیعه های اونجا، ببین اینجا داره اونجا هم دخالت میکنه، انگولک میکنه، یه جوری شیعه های اونجا همینطوری سالا اتفاق نمیفته، چرا چجوری حالا اتفاق افتاده در شرایطی که ایران میخواد انتقام بگیر از اسرائیل در مورد دانشمند هسته‌ای، چگونه میخواد این کار بکنه؟ همه اینا کسی نمیتونه اینا رو پنهان کنه که به این دوستان کشور کوچیکی نیست که میبینی ایران اونجا هم که دستش برسه این خرابکاری ها رو میکنه و از یه طرف بلینکه میاد میگه که گشایش ها و چراغ سبز هایی که زده بودند حالا به صورت غیر رسمی که مثلا از پول های ایران در کره جنوبی اینا یه مدار شل بشه برداشت ها صورت بگیره، الان مثلا اومدن گفتن نه ما اجازه ندادیم نمیشه، یا مثلا در مورد عربستان حوثی ها حملاتی که کردن اون تکنولوژی و اون موشک ها و پهپاد هایی که آرامکو تأثیرات مهمی رو در عربستان زیر ضربه سنگین قرار دادن، تشدید شد در نسبت به اون که تا حالا بوده خیلی شدیدتر و موجب تصمیمات و واکنش های سنگین کشورهای عربی یعنی خلیج فارس اطرافش و همینطور در مورد خود عربستان و همینطور آمریکا که حمایت از عربستان در این حال که هاشوخچی مطرح شده بود و داشتن فشار می آوردن مطرح کرد، یعنی ایران به داد اونا میرسه، آمریکا گفت متحد ماست، ما نمیتونیم ولش کنیم تو این شرایط، همین دولت بایدن. و میبینیم که فشارها هم به اصطلاح نظامی و فشارهای سیاسی یا مثلا تحریم‌های جدید شروع کردن از همین سپاه پاسداران، فعلا دو نفرش رو قرار دادن، یعنی خود بایدن که تا حالا این کار نکرده بود تو این مدتی که اومده بود درست همون روندها رو برای اینکه باید فشار بیرون هم اضافه کنن، علتش هم روشنه، علتش سیاست‌هایی که حکومت اسلامی در پیش گرفته بیش از چیزی جز نگرانی رو اضافه بکنه، از همون چیزی که اونا همه جهان نگرانن حاصلی نداره، رفته سراغ همون بمب هسته‌ای که خیلی خطرناکه. ما این که مثلا بلینکن دفعه تو مجلس که 145 نفر نامه نوشتم که شما به هیچ وجه به هسته‌ای برجام به صورت یک بعدی بر نگردید، بلکه تمام مسائل باید روی میز باشه، 70 تا از اونها 70 تا از این جناح هر دو حزب، ببین در این مورد توافق رسیدم، در حالی که اصلا در گذشته خوب بگیم خب واضحش دیده بودیم، یعنی اینجا در واقع سنگ افروزی میکنن، سنگ میندازن جلوی صدای بایدن که اصلا اتفاق نیفته. و چرا؟ برای اینکه ایران مستمسک میده، بهانه میده و این ماجرا اتفاق میفته. از یه طرف دیگه ازش سوال کردن که به هر حال شما آیا مسائل دیگر رو میذارید که، گفته نه، به اونها که کنگره گفته نه به هیچ وجه نمیذارید، چرا اونها همچنان هستن روی میز هستن و ما به اصطلاح این مسئله رو انجام میدیم. البته گفته که اینو که ایران الان به 4 ماه رسیده و به اصطلاح مسئله هسته‌ایش در گذشته بیش از یک سال بود و الان با این سیاستایی که داره پیش میگیره نزدیکتر هم میشه و مسئله شکاف دادن به بمب هسته‌ای مسئله جدی شده، اینو نگرانی‌ها رو یعنی ایران اضافه داره میکنه، یعنی با این حربه داره بازی میکنه. کما اینکه گزارش آژانس هم میگه که این هسته‌ها چیزهای ذراتی که تا حالا اعلام نشده بود، چون عراقچی اومده گفته بله اینا رو عجله کردید پخش کردید، یعنی کاملا به طور زمینی پذیرفته که چندین سایت بودن اعلام نشده بودن به طور زمینی، الان ذرات هستی هم توش پیدا شد. خب شما این شرایطی که در این لحظات در جهان پرده برداری میشه چه نتیجه داره جز اینکه روسیه و چین هم فاصله میگیرن و همینطور عراقچی اومده گفته ما البته به حسینیت روسینه اعتماد داریم، قبول داریم، میدونیم که حسینیت داره در موردی که گام به گام پیش بیاییم. در ایران تبدیل شده یک مسئله معظمی که از یک طرف میبینیم که روحانی هر روز سخنرانی میکنه زد و نقیز، مثلا سخنرانی جدیدش این بود که نه فقط کلیت رو همزمان میتونیم برطرف کنیم، بلکه میتونیم جز به جز هم بکنیم، بخش بخش هم بکنیم، همه اینها راه براش باز گذاشته و البته یه مقام امنیتی که معلوم از کجاست از کجا سر در آورده اومده اینا رو تکذیب کرده به موازاتش و سر، یعنی یه درگیری های بزرگی در ایران است، اون جناح هم شدیدن همه کرده، اینا میگن که شما میخواید بذارید که خودتون تو دولت بعدیتون بیارید اینا رو حل کنید، خب ما حل داره میکنیم، هر روزش برای ایران فاجعه است، اجازه بدید ما حل بکنیم. منظورم اینه که دعواهای هسته‌ای به شکل بدجوری در درون به اصطلاح حکومت تبدیل شده به یک نوع سرگیجگی، یعنی سرگیجه هستن، معلوم نیستش که متناقض حرف زده میشه، یکی این جناح این حرف رو میزنه، خود
حتی روحانی هم تناقضاتش بازتاب داره، چون از این طرف میگه اول آمریکا، همه اینا رو میگه اول بعد آمریکا حرکت کنه. خب بحران معضل کلید همینه، اگه کلید داری که همین اول آمریکا نمیشه، اون میگه که خب چهانه زنیش و ابزارش و فشارش از دست نمیده، شما هم همینطوری که اون کاهش تعهدات ممون ابزار از دست نمیده، پس بنابراین باید یک راه این وسط پیدا بشه و اونم همینه که بتونید همگام پیش برید، که البته فشارها چون ایران به هر حال موضعش ضعیفه در کل، اقتصادش بحران زده است، هلاکت بیداد میکنه، شورش ها، خطرات، همین تظاهرات، اعتراضات، جنبش مطالباتی، فقری که به خصوص در آستانه سال نو به اوج میرسه و نرخ ها به صورت نجومی جهش پیدا میکنن در همین آستانه. به همین دلیل خامنه‌ای اومد در این حال که هفته قبل گفته بود همه چیز رو به راه فلانی، البته گرانی یه چیزایی هست ولی با وجودی نسبت گذشته خیلی بهتره، اومد صحبت کرد گفت نه خیلی وضع خرابه و در مورد اقتصاد دولت یه فکری بکنه اینطوری نیست. حالا دولت هم طبق به اصطلاح کارهایی که همیشه دارن میکنن، بله یه تصمیمات نشستن، اجلاس هایی که نمیدونم تو بازارها مستقیم ارائه بیدن، جنس ها رو مثلا نرخ ها رو بشکنن در ایام عید، چیزهای مسکن هایی که حتی تأثیرش هم دیگه از دست داده. مشکل ما اینه که الان بحران انقدر حاده که شما این قرص هایی که یک زمان یه تأثیراتی داشتن اونا هم دیگه اصلا خاصیتی ندارن، مردم به شدت بدبین. یکی از این نمایندگان مجلس جلوی مجلس بدون اینکه خودش رو مثلا آفتابی کنه، که من نماینده مجلس هم، همین کارگران و بازنشستگان جمع شده بودن، گزارشی ارائه داده که واقعا خواندنیه گزارش. گفتن تو کی هستی؟ نماینده هست؟ گفته نه پنهان کرده، ولی خشم و چنان بروز داده و یک یک در مورد روحانیت شما اصلا دیگه تمام امیدهای ما رو به هم زدید، شما اصلا باید دیگه از بین برید، نابود بشید. کینه ای میگه در جامعه هست نسبت به روحانیت، نسبت به شکستان، نسبت به دین، نسبت به این 40 سال ویلان. 40 سال این گزارش که نماینده اصولگرا میده ها، ببینید چه خبره در جلوی مجلس، فقط خودش رو نجات داده، چون اگر میگفت نماینده اصلا معلوم نبود اونجا چی میشد. همه از زن و مرد از فاجعه‌ای که اتفاق افتاده چگونه مینالن و با صراحت و خشم کامل. منظورم اینه که جامعه به اینجا رسیده و رژیم هم در این حال میخواد یه فرمول‌های مصالحه هم پیدا بکنه موقتی، بدون اینکه سیاست‌ها و راهبردهای اون عوض بشه. کما اینکه در مورد سیستانی ما میتونیم الان و صحبتی که خامنه‌ای کرد اشاره‌ای بکنیم، ببینیم واکنشون چی هست. روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات 1400 در واقع و وابسته شدنش به همه اونها، از یه طرف واقعیتش اینه که همه چیز رو در یه بنبست قرار داده، در این حال خود همواره ما تو این گفتگوها تاکید کردیم که یک رژیم بحرانزاست، بدون بحران این رژیم نمیتونه در واقع قضایا رو حکومت خودش حتی ادامه بده. در این موقعیت انزوا و خشم عمومی، انزوای حکومتی و خشم حکومت مردم علیه حکومت و انزوای بین‌المللی هم در این حال میشه گفت در این موقعیت متناقض مدام تشدید بحران ها بسیار بسیار براش حیاتیه. تو این دوره‌ای که حکومت در حال تشدید بحران ها و خصومت های قومی و مذهبی و ملی هست، ما شاهد سفر پاپ و پیام به اصطلاح صلح او بودیم و ملاقاتش با آیت الله سیستانی، ملاقاتی که در یک خانه اجاره‌ای و در یک ساده زیستی تا حد زیادی خودش رو به نمایش گذاشت، مردی که شاید برای شیعیان عراق و حتی شیعیان ایران و خود به عنوان یک مرجع تقلید جهانی مطرحه و عکس العمل‌های عجیبی در خود ایران در قبال این در واقع ملاقات صورت گرفت. ارزیابیتون از این قضایا چه هست در این و پیامی که در واقع این ملاقات در بر داشت؟ البته اشاره کنم از باب به هر حال اینکه روحانیت خب همیشه از قدیم یه اندرون داشتن، یه بیرون داشتن، یه چیز تظاهر ساده با خیلی اینجور چیزها رو حتی خامنه‌ای گیلی میندازه همین الان در شرایط اشرافیاتی که تو ایران هست گیلی میندازه، یعنی فرش شما نمیبینید، در حالی که اصلا تو همه خونه های ایرانی هر ایرانی فرش همیشه بوده. ببینید مسئله بر سر این استش که خب این زهد و ریا که سعدی و حافظ و اینا اصلا شعرشون مایه های اصلیش ایناست، یه چیز
تاریخی هست، خب نمایش میذارن، امروز هم دنیای به قول معروف اینترنت میذارن صحنه، ولی اصل قضیه محتوای قضیه بود، پیام ها. بله این از این زاویه بسیار مهم بود که در جنگ تمدن ها، در جنگ فاشیسم و مذهب، در مهاجرت و بستن مرزها، در حکومت های مثل داعش و پیدایش که این پدیده هست دیگه ما مواجه هستیم، یا حکومت اسلامی ایران که با نجات پرستی، با برخورد به اصطلاح با یهودی ها، با بهایی ها، با تبعیضات مضاعفی که به اصطلاح مواجه هستیم، خب اونجا اومدن در واقع پاپ به هر حال یک جریان است که نسبت به پاپ های محافظه‌کار موازش خب بهتر بوده میشه در قیاس با اونها، همین واتیکان. خب این در تقابل با این جنگ و به اصطلاح نبرد ها و رشد های فاشیسم، این به اصطلاح مذاهبی رو که اینا رو میخوان تضادهاشون دامن بزنن، خب اینا رو تخفیف دادن، متوجه به اینکه به هر حال مذاهب فقط حکومت ها نیستن، هر دوم هم در ابعاد میلیاردی باور دارن در هر دو سو. خب این از این زاویه که این تضادها حاد نشه، شکاف ها و فاشیسم از این بهره برداری نکنه که میکنه در هم اروپا، در آمریکا ترامپ اصلا بیلانشو میدونی، فرانسه اصلا ممکنه خانم به اصطلاح لوپن اول بشه، الان تهدیدها اینطوریه، حتی مکرون شکست بخوره، یعنی به منظورم که نفوذ همچنان این مسائل هستش در کشورهای دیگه اینا. پس بنابراین اینا دارن و همینا مثلا مسئله فشار به مذهب و دیگر مذهب‌ها چون شعارهای همین فاشیست‌های فرانسه است. پس بنابراین اینا هستش و این مهم، این پیام و این پیام یک بچهش پس بنابراین بین‌المللی خوب همبستگی انسان ها، منتها نه به معنی تطهیر مذهب، به معنی مردمانی که برای مذاهب مختلف هستن، به این اعتبار ایدئولوژی سر جاش، تمام اینا چجوری ابزار و دکانن سر جاش، فرق نداره اون ور این ور. خب مسلمان هم که خیلی خشونتش هم بیشتر. پس بنابراین اینها بحث نیست، ولی این که مردم عقایدی دارن و اینا رنگین کمان هستن در سطح جهان، باید این تضاد به اصطلاح تفاوت ها به رسمیت شناخته بشه، ولی نباید تبدیل بشه به اصطلاح محدود کردن یا تجاوز به حقوق دیگری. این پیام خب مهم بود هست، یک با توجه به منطقه هم جنگ بوده، کشتار بوده، داعش بوده، یعنی تاریخچه ای داشته، ولی از یه طرف پیامی هم در رابطه با ایران داره، چه ایران یعنی رژیم ایران، حکومتی که همزمان هست، اون یک نوع شیعه هست، یک روایتی، یک قرائتی، یک قرائتی دیگه هم در ایران هست. اینها در واقع کنتراست پیدا کردن در سطح جهانی، کنار هم قرار گرفتن و این بسیار مهم بود که چگونه به اصطلاح رژیم ولایت فقیه، رژیمی که اساسا در واقع انحصار طلبیش، یک دستسازیش، عدم بردباریش در اوج الان بیش از هر زمانی که همیشه داشته فوران میکنه در سرکوب های دیگر اندیشان، دیگر بودگان، همه چی، حتی گرایش های درونی خودش هم دیگر تحمل نمیکنه، همه رو بیرون میفرسته، خارج از قدرت تصفیهشون میکنه. رژیمی که اینطوری هست، این روی صحنه آمد و بسیار مهم بود برای اینکه تفاوت بسیار رژیم ایران نشون بده و ولایت فقیه و میدونی که در قیاب معصوم ولایت فقیه مدعیه که نماینده همون معصومی است که و حکومت اصلاح باید بکنه و الان ما داریم میکنیم تا بیاد، حالا اون که بیاد ما فعلا در مسند بود، در حالی که در گذشته ها خب این در شیعه عراق و مثلا حوزه عراق دقیقا این حاکم این گرایش بیشتر که در قیاب معصوم حق حکومت نباید کرد، این حرامه، یعنی نباید ما وارد این عرصه، ما معصومه و اونجا ما بریم کار خراب میشه. در نوع دیگه رو تولرانس مذهبی نسبت به حکومت وجود داره در اونجا به طور نسبی در مقایسه با ایران. پس بنابراین این شکاف خودش رو نشون داد، حتی در ایران یه بیانیه داد، یه دیکتاتور جرات نمی کردن بدن، از همین بسیار ملی مذهبی ها، بخش های مذهب، اصلاح طلبان مذهبی غیره و غیره، که ما هم باید همه الگو رو داشته باشیم در ایران.
ولی فقیه نه، ما باید همین روحانیت کنار واسه نظارت کنه، انتقاد کنه، پیشنهاد کنه، تو دولت و قدرت سهیم نباشه. جرأت کردن اینو بگم و بعد مفصل در مورد این صحبت کردن. خامنه ای وقتی به اسد وارد شده خودش متوجه شد که چرا زیر فشار قرار گرفته، چون خودش به هر حال رقیب و مرجع جهان هم میدونه که با غرب و شیطان بزرگ داره مبارزه میکنه با اسرائیل. ادعاش اینه و حتی مرجعی که به هر حال ولایت امر داره، اونا ولایت مرجع های دیگه ولایت امر ندارن، یعنی باید تابع مرجعی که ولی امر هست بشن در ایران در جهان. به هر حال این ماجرا هستش. اون هم وارد صحنه شد و سعی کرده به اصطلاح از این مسئله که کنتراستی شده و تمایزی شده و فشاری که اومده، چون در ایران رسوا شده این فشار، الان جامعه هست، همون آخوند و روحانی که گفتم جلو مجلس و خواندنیه نشون میده که روحانیه چجوری، چون گفتم برو عمامه و عبا همه اینا رو مخفی کن صندوقچت، دیگه دورانش تمام شده بهش گفتن. اینطوریه وضعیت. پس بنابراین در ایران که به سایه امتحان پس دادن نتیجهش روشنه، خامنه اومده به اصطلاح سخنرانی فساد کرده که این چاشنیه اینو بکشید بیرون. این همین ملاقات و پاپ و برای ایران زیر فشار قرار در انزوا مدلشو، نه فقط در ایران، در داخل، در منطقه، در همه جا زیر ضربین برده دیگه، بیلانشون در مقابل هم. خب به همین دلیل این اومده گفته اسلام سیاسی همینیست که ما کردیم و شروع کرده از بعثت و وظایفش و رسالتاش و جز این راهی نیست، ما باید بیایم به اصطلاح قدرت رو بگیریم. و بعد شروع کرده به زبان متا نرم دیگه، چون طرفش سیستانی هست و حوزه دیگه هست دیگه، اونجا معلومه که الان با کسایی در داخل ایران بود با خیلی خشن صحبت میکرد و میدونیم فرهنگ و ادبیاتشو، متا اونجا خیلی نرم، ولی محتواش کاملا همینه که پاسخ به اونا بده که چگونه به اصطلاح ما باید در این شرایط اسلام سیاسی مدلش همین هست، ما باید پیش بریم و چگونه به اصطلاح در اسلام، اسلام سیاسی دستاوردها داشته، راهی جز این نیست. خب از قضا درست میگه به یک تعبیر، بیلانش همینه که اتفاق افتاده به اونا و هم بیلان. متا این به روی مبارک نمیاره که الان زایه شده این دولت حکومتی که مطرح میکنه، چون دستاوردهاش بیلانش همین فقر، بدبختی، کرونا، گرفتاری، تبعیض، دیگه اینقدر فشار اومده و ابعادش اومده رو بالا و فسادی که اینا دارن ابعادش، که اصلا دیگه جایی نمونده برای دفاع. منتها خب خامنه‌ای چون دکانش همونه باید دکان رو دائر کنه، باید چکار کنه، باید ببنده بره، که خب اون برمین هست که دکانش ببنده، خب پیش کس دکانش نمیبنده مگر اینکه بیان ببندن. پس بنابراین اون سعی کرده این زهرش بگیره. این یکی از چیزهای مهمی بود که ایجاد کرد. در حوزه هم همین مسائل هست، روحانیت مطرح میشه که شما چرا جرأت نمی کنید در شرایطی که به هر حال اینجا فاسد شده، اون هم یه مدلیه، در حالی خیلیاتون اون مدل الان قبول دارید مثل وحید خراسان اینا، ولی نفستون در نمیاد، خب زیر فشار قرار گرفتم که به هر حال میبینید که، و این مسئله است که الان مطرح شده. این یک جنبه است که در مورد سیستانی و مثلا واکنشش در ایران و پس پیامتاش مطرح شده. شما جرات مطرح کردید این مسئله رو، منم یه پرانتز باز کنم که من اون ساده در واقع زیستی آیت الله سیستانی رو به همون چیزی گذاشتم که در واقع میخواست تناقض سیاست یک آیت الله رو با در کنار آیت الله های ایران که مثل بارگاه خمینی که براش ساختن بسازن. و به شما به درستی گفتید مثلا خود خمینی اون جماران خانه کوچکی که مردم می‌رفتن ملاقاتش، بعداً معلوم شد که خانه بسیار عظیمی پشت این جماران هست که از در واقع ایشون در اونجا زندگی میکرد، که اصلا فیلمش و اینام هست که این نشانه های این در واقع زهد و ریا به عنوان دو ابزار همواره هست. ولی اون چیزی که مهم بود، مهم پیامش بود، این که باید همزیستی کرد، میشه همزیستی کرد در این شرایطی که توی ایران همین الان ما نگاه میکنیم میبینیم که 6 تا شهروند بهایی برای زندان به زندان بندرعباس منتقل کردن،
چند نفر از این صوفیا مبینی و نگین تدریسی رو که درس میدادن به 10 سال زندان محکوم کردن. بعد اموال بهایی‌ها رو دارن میگیرن میذارن. از اونور ما شاهد احضار کارگرای نیشکر به دادگاهی، اسماعیل عبدی دست به اعتصاب قضا میزنه، یه سری از نویسنده ها افتادن توی زندان و فعالان اجتماعی توی زندانن، اعدام های وحشتناکی به خاطر عقیده، فقط به خاطر عقیده صورت میگیره. یعنی توی شرایطی که یک روند وحشتناک سرکوب که وجود داره و از او بر غارت بسیار بسیار گسترده، مردم فقیری که توی آشغال میگردن برای غذاشون، مردمانی که توی گور و توی پشت بام‌ها و اینها دیگه زندگی میکنن، دیگه اون رویای صاحب خونه شدن و صاحب یه پیکان شدن دیگه رفته، هوا حتی اجاره کردن به یه رویا تبدیل شده. مردم میرن در خانه های بزرگ کوچیکی که ده نفر توی خونه اتاق زندگی میکنن و موقعیت واقعا وحشتناک برای مردم به لحاظ زیستی. خیلی از مواد غذایی، میوه‌جات و اینا از سفره مردم در واقع حذف شده. توی شرایط میبینیم روحانیتی که میلیاردها داره میاد، ما شاهد سازمان دادن این چیز آرامگاه حضرت به اصطلاح فاطمه هستیم، میخوان یک بارگاه بزرگ، یه حرم عظیمی از اون قبرستان بقی براش بسازن، دارن میسازن، یا بارگاه هایی رو که چیزهای طلا داره میره اونجا و مدارس که در بلوچستان و کردستان و بسیاری از مناطق هست که اصلا جایی برای تحصیل نیست، توی چادر و توی سر زمین بچه ها درس میخونن و موقعیت واقعا وحشتناکه. یعنی اصلا بیش از هر چیز نشون داد که روحانیت وقتی به قدرت میرسه، به قول چیز حکومت واقعا امام زمانی رو به یاد همه میاره، یعنی دوره آخر زمان که همش میگفتن اون جهنم ساخته شده، یا جهنم توی زندان قرچکه که توی زندگی های عمومی مردمان ایرانه، واقعا وحشتناکه. یه مسئله هم که این هفته باز داغ بود تو رسانه ها، صحبت های بود که محسن رضایی کرده بود که به عنوان گرا دادن به آمریکا صحبت کرد، از یک طرف، از یک طرف از این که چگونه به اصطلاح امیرکبیرها نظامی بودند و ما هم میتونیم بیاییم نظامی هستیم، میتونیم بیاییم نجات بدیم، و چگونه به اصطلاح تمام این 30 سال 20 سال گذشته در واقع تلف شده تمام به اصطلاح برنامه‌ها. ما میتونیم از نو به اصطلاح شروع بکنیم و جامعه احتیاج داره به برنامه جدید که ما نظامی ها میتونیم ارائه بدیم. از این طرف اون سعید محمد از به اصطلاح قرارگاه استعفا کرد، اومد اینجا به اصطلاح خودش مثلا فکر کرد که یعنی من دارم شخصی تصمیم میگیرم، در حالی که همه اینها برای مردم روشنه که همه اینا به قول معروف سازمان یافتن، برنامه ریزی شده از و مهندسی شده هستن. از کجاها میان؟ یعنی اینکه چگونه به اصطلاح نظامی ها برای اینکه قوه مجریه هم، چون قوه های دیگر خب نفوذ دارن کامل و دولت ها و امنیت و نهادها همه در کنترلشونه، حتی اقتصاد خیلی چیزا و بقیهش، ولی قوه مجریه مهمه که خیز برداشتن. البته این به معنی نیستش که حادثه جدید اتفاق به معنی که سپاه داره، نه، قدرتش شده در واقع حلقه‌ای که تا حالا نفوذش کمتر بوده، دوره احمدی نژاد با زیاد شده بود نسبی، اینو در واقع میخواد بیشتر بکنه و کل به اصطلاح فضا رو اینها بیان کنترل بکنن. و میدونیم که محسن رضایی این مسئله رو وقتی مطرح کرد به خاطر می در پشت صحنه تصمیماتی گرفته بودن که رژیم دعواست، البته که گام به گام پیش بیان و اون سبقت گرفت بر اون که به حساب خودش بذاره، نه اینکه به حساب اون جناح دیگه ریخته بشه. و در نتیجه اونا هم حمله کردن که تو به هر حال داری اسرار میگی و هدفهای خودت داری. اصلا ما باید حتما به این انتخابات 1400 و حضور فعال نظامیان و به اصطلاح نمایندگان مخفی بیت رهبری حتما اشاره‌ای بکنیم و ببینیم که جهت‌گیری‌ها چه است که حتما ما در برنامه‌های آینده خواهیم دید. درود بر شما.